مالیات های مقطوع رو داخلش بذاریم، پرداخت های انتقالی رو داخل اون معادله بیاریم و سرمایه گذاری مستقل، مخارج دولت یا هزینه های دولت، صادرات مستقل، واردات مستقل و همچنین داخل فروش باز هم سی کوچیک مصرف القایی، تی نرخ مالیات و ام واردات القایی رو در بر بگیره. اگر ما عبارتی رو که در داخل کروشه هستش و ضریب وای محسوب میشه به سمت چپ تساوی ببریم و از عامل مشترکشون که وای هست فاکتور بگیریم، در نهایت چنین معادله‌ای به دست میاد که درآمد ملی تعادلی در اقتصاد باز رو نشون میده. در قسمت بعد باید به بررسی و تعریف تراز پرداخت ها بپردازیم. تعریف تراز پرداخت ها سه تا نکته کلیدی رو در خودش جای میده. یک، میتونیم بگیم تراز پرداخت ها نشون دهنده مبادلات یک کشور با دیگر کشور هاست. دوم، انعکاس دهنده مبادلات بین المللی کشورها با یک دیگر است. و در نهایت اینکه این حساب میتونه کسری داشته باشه، دارای مازاد باشه یا حتی در تعادل باشه. حالا میخوایم بررسی بکنیم که کسری یا مازاد تراز پرداخت ها به چه صورتی اتفاق میفته. برای اینکه ما کسری یا مازاد تراز پرداخت ها و یا حتی تعادل تراز پرداخت ها رو به دست بیاریم، باید با واژه‌ای به اسم خالص صادرات ابتدا آشنا بشیم. خالص صادرات که با NX ما نمایشش میدیم، شامل تفاوت بین صادرات و واردات میشه. خالص صادرات NX برابر با صادرات منهای واردات. اما اینکه چطور از طریق خالص صادرات بفهمیم که تراز پرداخت ها کسری داره، مازاد داره یا در تعادله، باید به موارد زیر که گفته میشه توجه بکنیم. اگر خالص صادرات یا NX بزرگتر از صفر باشه، مازاد تجاری یا مازاد تراز پرداخت ها داریم. وقتی این اتفاق میفته که صادرات بزرگتر از واردات باشه. اما اگر NX یا خالص صادرات کوچکتر از صفر باشه، یعنی صادرات کمتر از وارداته، پس لذا کسری تجاری یا کسری تراز پرداخت ها وجود داره. و در نهایت اگر خالص صادرات مساوی با صفر باشه، تراز پرداخت ها در تعادله یا تعادل تجاری وجود داره، که این هنگامی هستش که صادرات با واردات با هم مساوی باشن. اما نکته ای که لازمه قبل از وارد شدن به بحث روش بهبود در کسری تراز پرداخت ها ذکر بکنیم اینه که ما صرفا نمیتونیم از روی مثبت یا منفی بودن تراز پرداخت ها بیایم و در مورد شرایط اقتصادی یک کشور نظر بدیم. عوامل دیگری هم در این موضوع دخیل هستن. اما مورد بعدی که میخوایم اینجا بررسی بکنیم، روش بهبود در کسری تراز پرداخت ها هستش. کسری تراز پرداخت ها یه نوع اخذ وام به شمار میره. از این اخذ وام برای افزایش پسنداز و سرمایه گذاری داخلی استفاده میشه که نتیجهش رشد اقتصادی در آینده اون کشور هستش. اما اگر کسری تراز پرداخت ها به دلیل مازاد تقاضای کل در بازار داخلی باشه، ما قسمت قبل توضیح دادیم اگر خالص صادرات منفی باشه، یعنی واردات بیشتر از صادرات باشه، باعث میشه که اون کشور دچار کسری در تراز پرداخت ها بشه. وقتی ما صحبت از مازاد تقاضای کل میکنیم، یعنی تمایل افراد اون کشور به واردات بیشتر که سبب کسری در تراز پرداخت ها میشه. این کسری برطرف نمیشه مگر اینکه تعادل در بازار به وجود بیاد، یعنی این مازاد تقاضای کل که اینجا گفته شده از بین بره و بازار عرضه و تقاضاش با هم برابر بشه و به نقطه تعادل برسه. اما روش های تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها، یعنی روش هایی که ما میتونیم از طریق اون عدم تعادل در تراز پرداخت ها رو از بین ببریم. عدم تعادل یعنی اینکه کسری یا مازاد وجود داشته باشه. اگر کسری داشته باشه به سمت تعادل بره و اگر مازاد هم وجود داشته باشه.
Đây là cây hoa bưởi dĩa hoa màu đỏ. Không biết giới thiệu là chỉ hoa màu vàng hoa bột.